درود و وقتتان بخیر بینندگانی عزیز. به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. یکی از قوی ترین رهبران پشتونهای پاکستان گفته است که اگر پاکستان سیاست خود را تغییر ندهد، سیم خاردار خط دیورند را نابود خواهند کرد. در همین حال امریکا از پاکستان حمایت کرده و با ادعای شیر محمد عباس ستانکزی مخالفت کرده است. همزمان با این حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته است که نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل باید از کشور تعیین شود که بیشترین آشنایی و همکاری را با افغانستان دارد. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و بسیار مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن جهت حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. محمود خان اچکزئی رهبر حزب عوامی ملی پاکستان به معترضان در گذرگاه چمن گفته است که در صورت عدم پذیرش خواسته هایشان سیم خاردار خط دیورند را قطع خواهند کرد. آقای اچکزئی روز چهارشنبه 2 اهد در میان معترضان گفته است که حکومت جدید پاکستان باید خواسته های آنان را بپذیرد. به گفته وی پس از تشکیل دولت می خواهد تا با مقام های حکومت جدید پاکستان دیدار کند و مشکلات اقوام را با آنها در میان بگذارد. وی افزوده است که افغانها برای خوشگذرانی به پاکستان نیامدند، بلکه وضعیت افغانستان آنها را مجبور به مهاجرت کرده است. او خطاب به مقامات پاکستان گفته است که این پناهجویان را نباید بازداشت کرد و آنها نیاز به حمایت دارند. پر کور. او با اشاره به قوانین بین المللی گفته است که کشورها باید به پناهجویان افغان در چنین شرایط سخت پناه دهند و از آنها حمایت کنند. آقای اچکزئی در نشستی در کویته گفته است که در 4 دهه گذشته افغانها نقش سازنده در توسعه و بازسازی پاکستان داشتند و هیچ مقام دولتی و شهروند پاکستانی نمیتواند از این واقعیت چشم پوشی کند. او برای حل تنش میان طالبان و پاکستان از چین خواست تا به عنوان میانجی راهی برای آشتی پیدا کند. رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا در جمع معترضان در چمن خواهان اعطای شهروندی پاکستان به افغانهایی شده است که سالیان دراز در این کشور بودند. عمران از ناس دنیا جو لوگ لائے ہیں جو لوگ عمران کو لائے ہیں آئین کے حدود سے. همزمان با این سخنگوی وزارت خارجه امریکا به اظهارات معاون وزارت خارجه طالبان درباره خط دیورند واکنش نشان داده است. میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است که ما از تمامیت ارضی پاکستان و افغانستان در چارچوب مرزهای شناخته شده بین المللی دو کشور حمایت میکنیم. این گفته ها پس از آن صورت می گیرد که عباس ستانکزئی معین وزارت خارجه طالبان در اظهارات گفته است که طالبان مانند حکومت های پیشین خط دیورند را به عنوان مرز رسمی افغانستان با پاکستان به رسمیت نمی شناسد. په داسې حال کې چې موږ خط دیورند په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلی او نه پیژنو، دغه فرضي کرخه ده چې انګریزانو د افغانانو په زړه باندې تیره کړه. همچنین و بدنبال قطع اینترنت و وضع محدودیت ها بر شبکه های اجتماعی از جمله ایکس یا همان توییتر سابق در پاکستان، امریکا از اسلام آباد خواست تا این محدودیت ها را برطرف کند و به آزادی بیان احترام بگذارد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز چهارشنبه 21 فوریه در یک نشست خبری با محکوم کردن این اقدام دولت پاکستان خواستار لغو هر چه زودتر این محدودیت ها شده است. میلر افزوده که ما نگران هر گونه گزارش در مورد محدودیت علیه آزادی بیان و اجتماع در پاکستان هستیم، از جمله قطع جزئی یا کامل اینترنت توسط دولت که شامل وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی نیز می شود. همزمان با این منابع محلی در نیمروز می گویند که طالبان یک جوان اهل پاکستان را در این ولایت تیرباران کردند. منابع روز چهارشنبه 2 اهد تایید می کنند که این رویداد در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز رخ داده است. فرد کشته شده وحید نام داشت و باشنده منطقه تفتان پاکستان بوده است. منابع می افزایند که وحید موتر نوی تویتا داشت و از پاکستان با خود می آورده بود. گفتنی است که مقامات محلی طالبان در نیمروز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند.
یک مقام طالبان در نیمروز از این موضوع اعلان به خبری کرده است. از سوی هم حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفته است که نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل باید از کشوری تعیین شود که بیشترین آشنایی و همکاری با افغانستان دارد. با گفته آقای قومی نماینده جدید باید از جای تعیین شود که بیشترین قرابت و آشنایی و همکاری را با افغانستان داشته باشد. با گفته وی آنچه در جنبندی گوترش هم آمد استقبال از نقش کشورهای منطقه بود و قرار شد رایزنی ها ادامه پیدا کند. آقای قومی علاوه کرده است که تروریسم، بازگشت مهاجرین به کشور، مواد مخدر، امنیت مرزها و چگونگی اجماع سیاسی از مهمترین موضوعاتی است که منطقه درگیری آن بوده است. در همین حال منابع محلی در هرات میگویند که تفنگداران ناشناس مدیر یک مکتب خصوصی را در این ولایت تیرباران کردند. این رویداد پس از چاشت روز چهارشنبه 2 اوت در ساحه قلوردوی شهر هرات رخ داده است. طبق اظهارات منابع تفنگداران به مکتب خصوصی روشن زمیران در ساحه قلوردو حمله و مدیر آن را تیرباران کردند. منابع می افزایند که شماری از کارکنان این مکتب نیز توسط 2 تفنگدار لتوکوب شدند. در همین حال یک منبع تایید می کند که گرچه مهاجمان شماری از تلفن‌ها را با خود بردند اما آنان سارق نبودند و به گونه‌ای هدفمند این حمله را انجام دادند. طالبان اما می گویند که به دنبال آنند که قاتلین را شناسایی و مجازات کنند. همزمان با این برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی یافته‌های مشترک خود از نیازمندی‌های زلزله‌زدگان هرات را منتشر کردند. بر پایه ارزیابی این سازمان‌ها برای بازسازی مناطق زلزله‌زده در هرات به 402.9 میلیون دلار بودجه نیاز است. ارزیابی مشترک این سازمان‌ها نشان می‌دهد که 217 میلیون دلار برای بازسازی خسارات فیزیکی و حدود 79 میلیون دلار برای دیگر خسارات نیاز است. گزارش افزوده است در پی زلزله‌های ویرانگر هرات 180 هزار دانش آموز و بیش از 4 هزار آموزگار با مشکل روبرو شدند. بر پایه این ارزیابی 58% از تلفات زلزله هرات را زنان تشکیل می‌دهند که در مناطق روستایی با مسکن‌های بومی و غیر مقاوم زندگی می‌کردند. از سوی هم منابع مردمی از قتل یک زن در ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب خبر می‌دهند. نام مقتول زرغونه بود و 57 سال سن داشته و از وی 3 فرزند به جا مانده و شوهر وی در کابل مشغول کارگری است. طالبان اما گفتند که یک تن به اتهام قتل زرغونه بازداشت شده و اما هویتش مشخص نشده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از این که تا این دم با ما همراه بودید سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.